دوستای عزیز سلام، حسیل هاشمی هستم. خوشحال هستم باز هم با یک درس نو در حضور شما قرار دارم. امیدوارم جور صحت من خوش سر حال باشین. درس امروز ما آموزش ترمیم لباس می باشه. لباس هایی که در بازار می بینین یا خریداری میکنین همش روی استانداردهای بین المللی تعیین شده و این هر سایز از خود هم اندازه‌گیری مشخص خود داره، ولی بسیار کم اتفاق میفته که اندام یک شخص کاملا مطابقت کنه به یک سایز. معمولا قسمت بالای بدن یک سایز است و قسمت پایین دیگه سایز است، یا قسمت وسط مربوط یک سایز دیگه می باشه. و چطور بتونید که همون لباسی که در بازار از بازار خریداری میکنین رو برابر به سایز خود آماده بسازین. و کار و در قسمت خرید لباس باید یک نقطه عمده را در نظر داشته باشین که وقتی که میخرین لباس میپوشین کوشش کنین که مو بزرگترین قسمت بدنتان چی دور سرین است یا چی دور قفس سینه است با هم یک سایز مطابقت کنه، یعنی برابر باشه با هم یک سایز. چون خرد کردن کار ساده است اما کلان کردن مشکل است، چون اکثرا امکان نداره. چون در زمای لباس های بازار یعنی بسیار کم است، مخصوصا تکای جرسی خواه اصلا امکان نداره کوره کلان بسازین. و در قسمت ترمیمات زیادتر کار امروز خیاط های امروز همین ترمیم لباس تشکیل داده. ما هم کانادا آمدم در شروع کار اولین کار ما از ترمیم خیاطی بود، این لباس بود. و زیادترین کار ما در قسمت ترمیم کوتاه کردن پاچه پتلون بود، آستین و خرد کردن کمر. بنان خواستم در این درس شما را با روش کوتاه کردن پتلون و خرد کردن کمر و پاچه پتلون آشنا بسازم. خب دوستای عزیز، ای پتلون هایی که روی میز گذاشته شده میبینین، ای پتلون باید از کمر 2 اینچ خرد شوه و از قد باید 1.5 اینچ کوتاه شوه. زمانی که میخواین پتلون کوتاه بسازین فقط به اون اندازه که میخواین کوتاه بسازین اون رو سنجاق میزنین به این شکل و بعدا نشانی میکنین با توسط تباشیر به این شکلی نشانی میکنین و سنجاق به جای میکشین از امون و امون خود قاط پاچه را به اصلا قاط باز میکنین که ما قبلا این را باز کردیم و پیش از این که رسم کنین اما اندازه قاطع در قدم اول یک سنجاق در کمر، در قسمت کمر سنجاق میزنین که هر دو پاچه روی هم قرار بگیره برابر. اکثر اتفاق میفته که یک پاچه زیادتر کوتاه میشه، یک پاچه کمتر، یا این تفاوت بین دو پاچه دیده میشه. با خاطر از اینکه این قسمت سنجاق بزنین و کاملا برابره هر دو پاچه رو روی هم قرار میدین و همون نقطه که نشانی شده توسط خط کش اما یک رسم میکن، خط میکشین از اون اندازه که قاط میشه، اما خط قاط بیسه توسط تباشیر به این شکل و همچنان از یک پاچه و بچه پاچه دوم هم به این شکل قاط میتین و خط دیگه هم در روی پاچه دوم رسم میکنین و به این شکل رسم شد. و بعد اندازه قاط، اندازه قاط پتلون فرق میکنه از 1 اینچ تا 2 اینچ میباشه. نظر به جنسیت پتلون است، نظر به رنگ پارچه است. معمولا به تکایی که رنگای تاریک داشته باشه یعنی پاچش در قاطش زیادتر میباشه. و چونی پتلون رسمی یا پتلون درسی پنس است که توسط قاط یعنی با دست بزوزی میشه و اندازه قاطش فقط 1.5 اینچ است. من 1.5 اینچ نشانی میکنم 1.5 اینچ و اضافه شه هم اندازه هم 1.5 اینچ قیچی میکنم به این شکل. بعدا میریم دهن پاچه را سرچ میکنیم و اوتو میکنیم و با دستی را پزدوزی میکنیم. خب در قسمت کمر، کمر ای پتلون زنانه است
و 2 اینچ باید از کمر خارج شوه. قسمی که میبینین ما ایره اینجا داریم اندازه که باید خارج شوه. ول از داخل ایرن توسط تباشیر ایره نشانی میکنیم نقطه ای که باید رویش دوخته شوه، یعنی به اون اندازه که باید قاد شوه و سنجاق بر میداریم و با درز باز کن، امی کمربنده باز میکنیم، جدا میکنیم از خود پتلون، چون پتلون زنانه کمربندش از خود پتلون اینه جدا دوخته شده، یعنی نسبت به پتلون های دریشی مردانه یعنی مشکل تر است و ساده ترین پتلون، پتلون دریشی مردانه است، خرد کردن یا کلان کردن کمر پتلون. خب به این شکل میریم اول جایی که نشانی کردیم، میره توسط خطکش میره رسم میکنیم از نقطه که شروع شد تا ختم، تا نقطه که ختم میشه به این اندازه میریم و روی زمین خط که رسم شده یک ماشین میگیریم و در قسمت پتلون مردانه، پتلون دریشی مردانه، یعنی ساده ترین ترمیم، ترمیم پتلون دریشی مردانه است، چون کمربندش با پتلون یعنی قبلا دوخته شده بعدا باز دور درز چاد دوخته میشه که بسیار ساده است و اکثرا پتلونای مردانه، پتلونای دریشی مردانه همین درز مویش در قسمت کمر زیادتر است، تا 1.5 اینچ جای داره که میتونین گوره کلان بسازین و میتونین خرد بسازین و اما اندازه که میخواین خرد بسازین فقط یک درز میدین، فقط یک درز است، یک درز میدوزین و دوباره کمربند به این شکل قاط میکنین، اما اندازه که اگر خرد بسازین اندازه اضافه شقه چی میکنین سرچ میکنین و کمربند پس دوباره روش قرار میدین و یک درز در روی کمربند نمون قسمت میدوزن که بسیار ساده است کمربند، یعنی کم خرد کردن پتلون دریشی مردانه نسبت به دیگه. خب این پتلونی که میبینین مشکل کمر نداره، این مشکل پاچه پتلون است که پاچه پتلون باید 1.5 اینچ پاچه پتلون خرد شده و در قسمت چادم باید یک اندازه باید خرد شده به این شکل. خب ما ایره سنجاق زدیم همیشه و این سنجاق غیر که روی پتلون پاچه پتلون میبینین چون 1.5 اینچ باید از پاچه خرد شده و 1.5 اینچ نمیتونیم که از یک قسمت بگیریم، ما ایره تقسیم کردیم، از درز داخلی 1 اینچ خرد میسازیم و از درز بیرون 1.5 اینچ به اندازه 1.5 اینچ و پتلون روی دور میتیم بر روی چپه و همون جایی که سنجاق زده شده به این شکل نشانی میکنیم تمام شد و از داخل و هم از درز داخل و هم از درز بیرون به این شکل دوباره سنجاق ها رو از جایش برمیدارین و روی به این شکل خب سنجاق ها برداشته شد و حال میریم روی امی جایی که نشانی شده یک خط میکشیم، بهتر است یک توسط خط کش یک خط بکشیم که هم درزتان راست و درست مقبول بیه. خب به این شکل اینی و همچنان از درز داخل این تیمی از درز داخلی هم به این شکل یک خط رسم میکنیم. ما به خاطر ازی باید قاط پاچه را باز کنیم
باز دوباره قاطش کنیم و میریم ولی یک درس داخل و یک درس بیرون پاچه میدوزیم و دوباره برمیگردیم. خوب دوستای عزیز، ایس پتلون مردانه جیم یا کاوبای که شما بلد میشن که چه قسم پتلون کاوبای را کوتاه کنین، عین شکل به عین شکل که بیشتر براتون نشون دادم خط میکشین جایی که قاط شده به این شکل و قاطش یک انچ میباشه، چون پتلون کاوبای یک انچ اما قاطش قیچی میکنین برابر یک انچ و چون بعدا نیم انچی را قاط میتین نیم انچ در نیم انچی دوخته میشه یک ماشین میشه. حال میریم به اندازه نیم انچ، یعنی نیم انچ قاط میکنن بعدا نیم انچ و یک ماشین میدنیم روش، یعنی تمام پتنای کاوبای جیم به این شکل قاط میشه. خوب دوستای عزیز، قسمی که میبینین پاچه پتلون با اندازه که باید خرد میشد نشانی شده روی و رسم کردیم و یک درز از داخل انسیم به حساب درز داخلی میدوزیم و یک درز هم درز بیرون پاچه به این شکل که این قسمی که میبینین. حالا میریم میدوزیم و امروز چون با یک کم تفاوت قسمت بخش تولیدی هستم و ماشین های تولیدی یک داره صدایش با بخش یک صدایش یک داره نسبتا بلندتر است دیگه، خدا کنه اذیت شما رو نکنه. خب درز بیرون دوخته شد، چون درز بیرون درز باز است و درز درون یا انسیم درز بسته است، درز بیرون ما را قسمی که در این پاچه میبینیم من قبلا آماده ساختم و بازش کردیم و درز مایه اضافه ایگی را توسط اوورلاک یا سرچ قیچی کردیم خرد ساختیم و می شکل درز انسیم یا درز درون هم چون درز بسته است یک جایی سرچ شده و پس دوباره قاط پتلون ما را اوتو کردیم به شکل اوتو شده و میریم با دست پزوزی میکنیم و به این شکل باچه که امی لحظه دخت میرم باز میکنیم سرجش میکنیم و قاط میکنیم. خوبی بود کار با پاچه پتلون با خرد کردن پاچه و همچنان در قسمت چاد یک کمک ترمیم ضرورت داشت که قسمی که میبینین که از قسمت چاد پیش رو و پشت کم خرد شد و دوخته شد و دوباره اندازه اضافیش توسط سرچ خرد شد. خب دوستای عزیز، در قسمت خرد کردن کمر قسمی که دیدین این پتلون دو اینچ از کمر خرد شد، این از قسمت درز چاد دو اینچ و همچنان از قسمت کمربند همچنان میره یک دو اینچ، یعنی یک از هر قسمتش از هر طرفش یک اینچ دوختم خرد ساختم و این درز مایه را ما قیچی نزدم بخاطر از اینکه امکان داره در آینده دوباره آدم وزن بگیره و یعنی کمر خرد شد و خاطر باز جای باشه که دوباره آزاد بسازیم. حال این کمربند با خود پتلون دینیمی قسمت یک درز میریم درز میدوزیم یک درز به این شکل میدوزیم این کمربند با خود پتلون در قسمت کمر وصل میکنیم دوباره اونجایی که باز کردیم در قسمت خرد شدن حال دوباره هم قسمت میدوزیم و به این شکل و بعدا کمربنده این قسمت لایی داخل کمربنده رویش قرار میدیم یک سنجاق میدونیم و دوباره دمو قسمت دمی قسمت درز کمر دمی یک درز یک دو بخیه میریم کمی کمربند دوباره با خود پتلون اینه دمی قسمت و
یک جای دوخته شده. ای بود ترمیم کمر پتلون قسمی که میبینه و کمر خورد شده. یک اوتو میزنیم و در قسمت پاچه پتلون قسمی که قبلا دیدین او را خط کشیدیم و قیچی کردیم و سرچ شده و با اندازه قاطش اوتو زدیم و میریم با دستی را پزوزی میکنیم، چون این پتلون پتلون رسمی یا درسی پنس است، به خاطر یک با دست پزوزی میکنیم به این شکل. تارش به این شکل یک بسیار نمیکنه، یک تار بسیار کم از خود چی میگیریم؟ از خود به این شکلی را پزدوزی میکنم با دست. تا آخر به این شکل هر دو پاچه را پزدوزی میکنم. خب در قسمت قاط پتلون جیم یا کاوبوی از شروع میکنیم از درز انسیم یا درز داخلی و بایه این شکل، یعنی یک انچ قاطش است، نیم انچ در نیم انچ، که نیم انچ اول قاط میکنیم باز دو نیم انچ بعدی و که دو قاط نیم انچ در نیم انچ میشه با این شکل میدوزیم. و در قسمت تار تار قاط، اگر تار امرنگش یا تار پتلون کاوبوی در دسترسی تا نمی باشه، میتونین از این تارای عادی فقط دلا بسازین یا سیلا بسازین و رو دادا مشلی تانه تلست از اون تار دلا پر کنین و قرار بدین. و در قسمت تار کاوبوی رو زیادتر در مشله در مشله ازش استفاده میشه. و قسمی که میبینین من امرنگ از این تار دبل نداشتم، امرنگ این پتلون ما فقط همین تار دلا ساختم و در مشله پر کردم و چون تار مشله در روی پاچه پتلون بسیار دیده میشه و هر قرار که دبلتر و برجسته‌تر باشه ممکن مقبول‌تر دیده میشه. خب دوستای عزیزی بود درس امروز ما، تا درس بعدی که در قسمت های بعدی ترمیمات لباس می باشه شما رو به خداوند می سپارم. شاد و موفق باشین.